اونس داشتن با طبیعت ایمان انسان برای زندگی رو بسیار بیشتر میکنه. همیشه به من خورده میگیرن به اینکه آقا کافیه دیگه، همه یه بازنشستگی دارن، بشین تو خونت لم بده، چایت بنوش، تلویزیون نگاه کن، حالشو ببر. اما من مهدی خیلی بدون این گردش زنده نخواهم بود. بهترین آرامش من در این ارتفاعات، در جای جای کشور عزیزم ایرانه. اونایی که منو میشناسن میدونن که سفر جزء جدای ناشدنی شخصیت منه و شوق سفر همیشه در من زنده است. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که از موهبت مردمانی با فرهنگ‌های مختلف و با جغرافیایی از آیین‌های زیبا، خوراکی‌های بومی خوشمزه و محصولات صادراتی متنوع برخوردار. سرزمینی که به رنگین کمان اقوام در دامان دریاچه درخشنده شهره است و تنها نقطه ای از ایرانه که با سه کشور آذربایجان، ترکیه و عراق هم مرزه. راه ورود به غرب از دل این سرزمین می‌گذره. سرزمینی که نوبت درخششش فرا رسیده و یکی از مقاصد اصلی گردشگری ایرانه. این سرزمین قلبی از تاریخ داره و مردمانش شوق زندگی رو در وجود خودشون کشف کردن. مردمانی ساده، مهربان و البته از پیس شادی بیکران. و حالا من اینجا در سفری خاطر انگیز به سوی شمال غرب ایران، تاج زاگرس. سفرم رو از جنوبی ترین نقطه استان آذربایجان غربی آغاز می کنم. منطقه‌ای به نام افشار و به مرکزیت تکاب. نام افشار برگرفته از نام قبیله کوچک قرخلوی افشاره که از قوم ترکمنها بودند و در حین تاخت و تاز مغولها به ایران سکونتگاه خودشون رو در شرق دریای کاسپیان و حوالی رود اترک رها کردند و به اینجا اومدند. شاه اسماعیل صفوی قسمتی از اونها رو به شمال خراسان کوچانید، یعنی در حوالی ابیورد و نسا جا داد. سپس شاه عباس صفوی در اوایل اقتدار خودش به منظور کاهش نفوذ اقوام محلی ایل افشار رو از خراسان کوچانید و در جلگه سرسبز و خرم ارومیه اسکان داد. به همین خاطر این منطقه به افشار موسوم شد. پس از زمامداری نادرشاه افشار، گروهی از فرماندهان از ترس کشته شدن توسط کریم خان زند از کرمان به تکاب کوچ کردند و این مهاجرت بهانه‌ای شد برای رونق و ترویج فرش افشاری در این منطقه. درسته که گاهی اوقات دختران و زنان تکاب افشار غالیچه های نفیسی رو میبافند که در یک کیف دستی جای میگیره، اما فرش تکاب شهرتش به کیفیت و مرغوبیتشه. به همین خاطر به فرش تکاب افشار میگن فرش آهنین.
از جمله فرش‌ها و طرح‌های اولیه این منطقه که به نام هر یک از خانها طراحی شد، میشه به طرح ماهی هفت خانه، گلفرنگ و فرش ماهی ترنج اشاره کرد. من از شناخت و معرفی فرش تکاب افشار شروع می‌کنم. علی خالدیان یکی از فروشندگان و صادرکنندگان فرش تکاب افشاره. او عقیده داره مردم به جای سرمایه گذاری روی طلا و ملک بهتره رو فرش سرمایه گذاری کنه. به 100 سال قبل اینو بافت؟ بله. ما دیگه ماننده اون رو نداریم. بله، نسل آینده باید نشون بدیم. تو شهر ما بزرگان چه طرحی دادن، چه طرحی بافتن. قالی و قالیچه های نفیس و گرانبهای افشار محبوبیت خاصی در بازارهای فرش دنیا داره. و از حیث رنگ و مرغوبیت و طرز بافت و نقشه از فرش‌های درجه اول جهانه. این کار تکابه، ترنجش، خورشیدیه، لچک، مرانه، بعد کار دیگرش متنش، زمینش، محرماته. بهش محرمات میگن این نقشه رو. بعد اینا رو بعضی ها چایدان میگن هاشیهشو، ولی ما کمارون مرک میگیم. درسته، هاشیهشو. این هاشیهایی که هستن، اینا کمارون مرک. الان یه 12 متری با این 6 متره. این 6 متر چند در میاد؟ این جفتش 110 تومن 120 تومن. این فرش. آره. مونتا این فرقش با اونا چیه؟ این 40 ابریشمه. اونا 40 نخن. این 40 ابریشمه. این جفتش 220 تومنه. شما فرق دید که تنها بچهای تکاب میتونن این فرش رو بشورن. این قاری ها رو تبریز نمیتونه بشوره چون شناختی از این فرش نداره و نمیتونن اینا رو تیغ بزنن، پرداخت کنن، تراش بزنن، چون بچهای تکاب میتونن اون شونه هاش عوض کنن، شونه ریز بزنن بهش، ولی کسی دیگه نمیتونه پرداخت کنه. به چه دلیل آخه؟ هر دو هم فرش بافن؟ دلیلش اینه که اینا سنخیت دارن با این فرش. تبریز و تبریزی ها میتونن. فرش تبریز ما نمیتونیم بشوریم. فرش تبریز ما نمیتونیم تراش بزنیم، پرداختش کنیم. میگن تا جایی که من اطلاع دارم، میگن بازار فرش ایران راکت شد. امکان داره به خاطر تقلب در الیاف بوده باشه، یعنی دیگه پشم خالص نیست، یا الیاف های ناخالص یا رنگ های ناخالص، اینها شاید دلیل شده باشه. خب ببینید، یه رنگ شیمیایی داریم، یه رنگ ثابت داریم. خب اون ثابت ها که گیاهی هستن، بعد سیبای آلمان هستش، سیبای آلمان هم ثابته. خب اختیار خودشه، یه ده ضعیفن مثال خوب نمیتونن بخرن. خب یک دولت و مرکز ملی فرش باید بیاد چیکار کنه؟ حمایت کنه. این الان من بافنده فرش میبافه. خب من اگر بیام از بافنده ارزونتر بگیرم، بافنده مرده، من مردم. خب حالا اونو ورق بزنیم، من این 5 متر بوشخانه این 5 متر بدم. اونم 5 متر زیدیه. خب این پشت فرشه، این ظرافت داره. واقعا پشت فرشه؟ چون بافتش قشنگ بوده، بافتش مرغوبه، خیلی هم ریزه، ریز 60. این یه تبریزیه باشن میگن ریز 70. واقعا نمیشه باور کرد. خب حالا روشو میخوام باز کنم بهتون بگم که این فرشا وقتی بافنده عرض کردم، بافنده رو باید طلا بگیری. طلا هم چیزی نیست چون طلا خریدنیه. این شکارگاهه، نقشه تکابه. این فرشا هر چقدر کار کنه قشنگتر میشه. طرحهای خاصی بعد طرح این هم خشتیه. مربوط به اینجاست؟ بله، چهار مهار هم میبافه، مام بود؟ میبافه. اسم این ترچی بود؟ میناخانی بیجار هم میبافه، مام میبافه. میناخانی. بله، این خشتیه. درست. این خشتیه. خب. این فرشی که جای دیگه نداره. درست. که ما متاسف این فرش ماشینی هم زدن این واسه میزدن. این 5 متر قوشخانه است. این فرش خاصه خاص تکابه، کسی دیگه اینا رو نداره. این هستش نقشه گله. ترنج خورشیدیه، سرمه ای الان داریم میبافیم. بوکان هم میبافه، شاهینجاج هم میبافه، تکاب هم میبافه. این نقشه خورشیدی. این دوتا با هم یکی هم دیگه؟ نه، این جدا. با جدا؟ این هم باز لچک ترنجه، ترنجش چیزه. این کله قوچه، خب کله گابی هم داریم. خب، حالا بزنیم اون یکی رو. این نقشه بهش میگن دوه دابانه. دوه یعنی شتر. پنجه شتر. این ببینیم پنجه شتره. از پنجه شتر اینو برداشتن. بعد گلفرنگ هم بهش میگن. بعد بافتار شما نگاه کن. آهنینه. ببین وقتی هم برداری خیلی سنگینه. دقیقاً. این 3x4 دیگه دوز نمیتونه ببره. خیلی سنگینه. خیلی سنگینه.
نمونه زنده ای از دوران حکومت خوانین بر این منطقه رو میشه اینجا در قامت قلعه افشار دید. این کاخ در دوره ناصری ساخته شده و ارگ حکومتی خانهای افشار بوده. بدون دعوت میخوام برم خونه حسین علی خان، سردار ناصرالدین شاه قاجار. ای بابا، در کوباش هم که نیست. حسین علی خان، واکن، مهدی خان خلیلی اومده، واکن. این ارگ توسط حسین علی خان افشار، معروف به سردار افشار، در زمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شده و حدود 100 سال مرکز اداری منطقه افشار بوده. خانه اربابی، خانه اربابی در دو بخش و دو طبقه با ایوان و ستونهای مدور آجری. در وسط حیاط حوضی دایره شکل به عمق 1 متر و قطر 6 متر قرار داره. این ساختمان با آجرهای چارگوش و ملاتهای گچ، آهک و خاک رسه. در مجموع این ساختمان چشم نوازه. در بافت قدیمی و مرکزی شهر من به دیدن مسجد جامع تکاب میرم. مسجد جامع تکاب مربوط به اواخر دوره قاجاره و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. سردر ورودی مسجد توسط دالانی با پوشش طاق گهواره‌ای به صحن مسجد متصله. شبستان قدیمی مسجد جامع دارای ایوان ورودی با ستونهای مدور آجری و سرستونهای سنگیه. پیشانی ایوان با آجر به شیوه خفته راسته کار شده. بخش فوقانی دیوارها با آجر و گنبد مرکزی با گوشواره‌های ظریف و رسم بندی منظمی با آجر چهارگوش و ملات گچ احداث شد. طبق اسناد تاریخی این مسجد در سال 1289 یعنی 110 سال قبل به فرمان حسین علی خان افشار ساخته میشه که همزمان بود با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار. البته معماران این مسجد هم از اهالی همین شهر بودند. چیچه است دریاچه نمکین آب، بی تازش و بی زندگی که بر ساحلش آذرگوش نسب پیروزگر نشیند. این جمله توصیف بنایی باستانی است که در متن کتاب کهن بوندهش نوشته شده. این بنای باستانی را امروز به نام تخت سلیمان می شناسیم، آتشکده‌ای که از زمان ساسانیان باقی ماند. در 45 کیلومتری شمال شرقی شهر تکاب محوطه باستانی قرار گرفته که 1600 سال پیش میزبان سازه‌های مقدس در میان حصارهای خود بود. بنیانگذارش بهرام پنجم ساسانی است.
همه آثار این مجموعه در داخل یک حصار بیضی شکل ساخته شده و دشتی گسترده اون رو در بر گرفته. سابقه سکونت در تخت سلیمان به دوره هخامنشی میرسه و در اون روزگار تخت سلیمان دهکده کوچکی بیش نبود. سال 1958 باستانشناسانی سوئدی و آلمانی از طرف مؤسسه تحقیقاتی آلمان‌ها کار کاوش را آغاز می‌کنند. آثار تاریخی که در این محل پیدا شده متعلق به دوره اشکانی، ساسانی و ایلخانیان مغول که مهمترین آنها آتشکده و تالارهای دوران ساسانیه. نام تخت سلیمان رو همین اواخر به اینجا دادن. باور عامیانه اینه که هر چیزی که به باور آن زمان بسیار عظیم بوده رو کسی جز پیامبر با کمک دیوها نمیتونست بنا کنه. از سوی دیگه شاید این نامگذاری برای حفظ مکانهای مقدس پیش از اسلام در دوره اسلامی بوده. بهرام پنجم ساسانی این محبته رو به عنوان شهر بنا میکنه و بعد از 70 سال قباد اول ساسانی گسترش میده. بالاخره در زمان خسرو انوشیروان این منطقه به اوج قدرت میرسه. مسافر تخت سلیمان علاوه بر بازدید اماکن تاریخی، در مقابل ایوان خسرو دریاچه‌ای رو می‌بینه که همانند طاووس رنگارنگ و چشم هر بیننده‌ای رو خیره می‌کنه. عمق این دریاچه در عمیق‌ترین نقطه 112 متر. آب دریاچه از عمق بیش از 120 متری درون زمین به سطح میاد و آنقدر املاح زیادی داره که برای آشامیدن و کشاورزی استفاده نمیشه. محبته باستانی تخت سلیمان از دوران پارت تا مغول مسکونی بود و احتمالاً دوران شکوهش در زمان امپراتوری ساسانی بوده. تخت سلیمان رو پارت‌ها، پراسی‌ها و بیزانسی‌ها، کنزکا و اعراب شیز می‌شناختن. قلعه تاریخی تخت سلیمان که از دوره ساسانیان به جا مونده، بخش‌های مختلفی مثل آتشکده آذرگشنسب، آتشکده شاهی و جنگاوران، ایوان خسرو، معبد آناهیتا، آتشگاه‌های کوچک و دروازه‌ها و دیوارهای مستحکم داره و از مهمترین آثار تاریخی جهان به شمار میاد. اینجا آتشکده آذرگشنسب یا آذرگشنسبه. تمام مجموعه تخت سلیمان به خاطر این آتشکده ساخته شده. در اینجا مهمترین آتش پادشاهی ساسانیان فروزان بوده. تخت سلیمان به باور بسیاری محل تولد زرتشته. احداث آتشکده آذرگشنسب در این محبته که یکی از مهمترین معابد زرتشتیان در زمان ساسانیان بوده مهر تاییدی بر این ادعاست. بسیاری باور دارند که اینجا محل نگهداری جام عیسی مسیح بوده، جام مقدسش به نام جام گرال، ولی آثاری از اون به دست نیومده. از طرفی آتش این معبد 7 قرن فروزان بوده به عنوان اقتدار زرتشتیان. این آتشکده آخرین نشانه‌های حضورش رو در اوایل ورود اسلام به ایران اعلام می‌کنه و بعد به حافظه تاریخ سپرده میشه.
آتشکده آذرگوشنسر مهمترین و بزرگترین مرکز آموزشی، اجتماعی و مذهبی و همچنین پرستشگاه ایرانیان در قبل از اسلام بود. تا اینکه در سال 624 هراکلیوس امپراتور روم به اینجا حمله میکنه و تخریبش میکنه. سالها بعد برادرزاده هلاکوخان در روی این خرابه ها مسجدی بنا میکنه. علی حامدی و تورج حامدی که پدر و پسر عاشق هستند برامون از اومدن روز نو یا نوروز میخونن. بسم الله دی بن دردم ایاوا نوروز بایرامیز مبارک اوسون نوروز بایرامیز مبارک اوسون خوش گلدین دیرم گلن قونغا خوش گلدین دیرم گلن قونغا نوروز بایرامیز مبارک اوسون نوروز بایرامیز مبارک اوسون نوروز مبارک اوسون. درست گفتم؟ بله. حال شما، دست شما درد نکنه. لذت بردم با ساز آسمانی تو. دوست داری شما، خیلی ممنون. پسر گو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش، من خانش پسر. تشکر. خواهش می‌کنم. نهایت تشکر. عاشق حامدی، بالابان دی سازیه که نوای خاصی داره. اینو خودت درست کردی یا اینکه خریدی؟ چون خریدم. خریدی. بله. از کودکی یاد گرفتی اینو؟ بعد از ازدواج. بعد از 18 موقعی تازه می‌خواستی عاشق بشی، یعنی هنوز عاشق نشده بودی. لازم بود عاشق شی. چی می‌دونی در مورد بالابان؟ در مورد بالابان، بالابانمون کلا بالابانای در مورد بالابانای آذربایجان دارم صحبت می‌کنم. کلا یا 8 تا سوراخ دارن یا 9 تا سوراخ دارن. بله. بالابانی که بابام می‌نوازه اول 8 تا سوراخ داشته که الان 9 تا سوراخ داره. بعد این خودش بالابانه. چیزی که بر روی بالابان سوار میشه اسمش پیکه. درسته. این خرکشه که نگه میداره. بعد گفتم که 9 تا سوراخ داره. ساز دهنی همراه با نفس فردی که داره مینوازه نواخته میشه. باید نفسگیری بالایی داشته باشه. 100%. من معمولا دو تار دیدم، سه تار دیدم، چهار تار دیدم. ولی الان تعداد سیمات خیلی بیشتره. چند تا تیمه؟ بله، سازی که دست منه، ساز آذربایجانه، ساز عاشقاست که اسمش هم قفوزه. قفوز. بله، قفوز 8 تا سیم داره. منطقه 9 تا گوشی داره که یکیش سیم نداره. جدیدن یه دونم دیگه اضافه کردن، 9 تا سیمش هم کردن. ولی اصلیش قانونیش اینه که 8 تا سیم داره. ساز قفوز با 8 تا سیم. قفوز. حالا عاشق عاشق هم میشن؟ نه. عاشق عاشق هم میشن؟ چی بگم؟ چی بگم؟ شما بگو. عاشقا عاشق هم میشن؟ بگو عاشق نشون نباشن که نمیتونن عاشقی کنن. من سنه گربه. خواهش. یک یادگاری از ما بگیر. بی ترسن. یک یادگاری. در برخی منابع نوشته شده اینجا معبد آناهیتا است، مکانی برای ستایش ایزد بانوی آب.
گروهی این رواق‌های ستوندار رو نشانه وجود اتاق‌های باریک می‌دونن، مانند انبار. اینجا یک دپوی بزرگ، انبار گنج‌ها. دیوارها و ستونها از سنگهای تراشیده قطور ساخته شده و تاقها از آجر با معماری ضربی شکل ساخته شده. در دوران ساسانی یا اوایل اسلام، دیواری از شرق به غرب این مکان رو به دو قسمت تقسیم کرد و حیات سرباز اون رو سرپوشیده کرد. سازه‌ای که در اینجا طراحی شده بدون سقف بوده. چندین تاق ضربی روی این ستونها بود که به شکل یک رواق دور تا دور حیات رو در بر می گرفت. پلان سازه مربع شکله و 8 ستون داره. در قرن 7 هجری آقاخان حاکم ایلخانی برای تفریحات تابستانیش به تخت سلیمان می اومد و در این مدت در اینجا بناهایی مثل سالن شورا، ایوان شرقی و ساختمانهای 8 و 12 ضلعی ساخت. در این قسمت دروازه شمالی قرار داشته که خاص ورود پادشاه، بزرگان و سرداران بوده. در حیات شمالی منتظر می‌موندند تا موبد اجازه ورود برای عبادت رو بده. بعد از تخریب این مکان، در زمان ایلخانیان مسجدی روبروی آتشکده بنا شده که بقایای اون فعلا اینجا باقیه. همیشه بنزرسم بهار آیدم، شیرینی که ده بالا دالق ندوزم، شهرنده یاشم روح ورر بیزه، شهرنده یاشم روح ورر بیزه، شهرت یایلوب هر یاناتیکم. تخت سلیمان و آثار باستانی و تاریخیش از مهمترین و معروفترین مراکز تاریخ و تمدن ایران و جهان به شمار میاد. ارزش اون تا حدیه که به لیست آثار جهانی یونسکو وارد شده. امروز تخت سلیمان یک اثر به جا مانده از گذشته برای تمام مردمان جهانه. صبح که از خواب پا میشم خودم رو تو یک موقعیت تازه پیدا میکنم. باید زودتر بار سفر رو ببندم و خودم رو به زندان سلیمان معرفی کنم. میخوام برم زندان داوطلبانه. در 3 کیلومتری غرب تخت سلیمان زندان سلیمان قرار داره. زندان سلیمان یا کوه زندان دیو کوهی مخروطی شکل درون تهیه که در 42 کیلومتری تکاب جای گرفته. این کوه هزاران سال پیش
بر اثر رسوب کانی‌های آب دریاچه به وجود آمد. ارتفاع این کوه از زمین مجاور خود 97 تا 107 متر و بر فراز اون گودال عمیقی در حدود 80 متر دیده میشه که قطر دهانه اون به طور تقریب 65 متره. در حقیقت چشمه‌ای در این منطقه وجود داشته و داره که در ابتدا باعث ایجاد دریاچه‌ای همانند دریاچه تخت سلیمان شده. آب این دریاچه پر از املاح و گوگرده که به مرور زمان املاح در این دریاچه تهنشین شده و به حالت رسوبی در اومده. این فرایند در طی هزاران سال باعث بالا آمدن رسوبات دریاچه و شکلگیری کوهی شده که درون خود حفره‌ای داره. کم کم دریاچه خشک شده و همکنون در درون کوه میشه آثار این چشمه رو مشاهده کرد. نزدیک دهانه که میشه بوی گوگرد خفت میکنه. واقعا بوی شدیدی داره. سرتو که به گودال ببری که اصلا نمیتونی، سری سردرد میشه، خیلی بوش زیاده. اگر قصد دیدن درون حفره رو دارید حتما با ایمنی کامل این کار رو انجام بدید. نگاه کردن از این بالا وحشتناکه، چون راویا میگن، یعنی بومیان میگن، در قدیم میگفتن حضرت سلیمان دیوهایی که از اون نافرمانی میکردن، مخصوصا دیوی که انگشتر سلیمانیشو دزدیده بود، انداخت تو این سیاهچال. و برای اینکه این سیاهچال محافظت بشه اطرافش یک عمارتی ساخت. بعدها میگفتن اگر کسی سمت این سیاهچال بره دیوهای سیاهچال اونها رو میخورن، یعنی زنده بر نمیگرده. بر این اساس به این مکان میگن زندان سلیمان یا زندان دیو. میگن این کوه در زمان مانیها 660 تا 830 سال پیش از میلاد مسیح نیایشگاه بوده. جناب جبرائیل نامه getirdi. Getireceğim peygambere getirdi. Mübarek kulların göğe götürdü. Sizin bu taze bayramınız mübarek. Ayız, iliz, haftaz, günüz mübarek. Cenab-ı Cebrail nâme getirdi. Cenab-ı Cebrail nâme getirdi. Getireceğim peygambere getirdi. Getireceğim peygambere getirdi. Mübarek kulların göğe götürdü. Sizin bu taze bayramınız mübarek. Ayız, iliz, haftaz, günüz mübarek. Sizin bu taze bayramınız mübarek. Ayız, iliz, haftaz, günüz mübarek. Bu teke, ahta teke. Bu teke, ahta teke. Boynunda var nokta teke. Gah kul olur, satılır. Gah çıxır tahta teke. Bu teke, ahta teke. Ah, bu teke, ahta teke. Boynunda var nokta teke. Bu teke, ahta teke. Boynunda var nokta teke. Gah kul olur, satılır. Gah çıxır tahta teke. Gah kul olur, satılır. Gah çıxır tahta teke. Sizin bu taze bayramınız mübarek. Ayız, iliz, haftaz, günüz mübarek. Sizin bu taze bayramınız mübarek. آیین تکم‌گردانی که به نام‌های دیگه نظیر تکه یا تکم هم در برخی کتب تاریخی مطرح شده، در زبان آذری بز نر هم معنا میده. در واقع تکه محور اصلی فعالیت نمایش آیین تکم‌گردانیه. تکمچی‌ها یا تکم‌گردان‌ها با استفاده از چوب عروسکی به شکل بز درست می‌کنند و اون رو با پشم سیاه بزهای منطقه آذربایجان می‌پوشونند. بعد در کوی و برزن به راه می‌افتند و با خوندن اشعار مختلف آذری آمدن نوروز رو نوید میده. آیز ایلیز هفتز گنوز مبارک. سیزین متازه بایرامیز مبارک. آیز ایلیز هفتز گنوز مبارک. مگه میشه من بخوام تخت سلیمان رو ترک کنم اما سوغاتی با خودم نبرم؟ خانم آقاجانی هنرمندیه که با میناکاری و نوآوری در این بخش
سعی کرده نشانی از تخت سلیمان رو به گردشگران هدیه بده. ما از زمانی که کارگاهمون تو ارومیه بود و دوست داشتیم که توی این روستا فعالیت داشته باشیم، به محض اینکه اومدیم وارد این روستا شدیم موقعیت رو دیدیم. دیدیم موقعیت خیلی عالیه. خب گردشگر داره. نه، من خودم شمالی هستم. حتما. همسرم ترک زبان هستن، اهل شهر تکاب هستن و من به واسطه علاقه‌ای که کلا به هنر دارم، برای مکان مهم نیست، قرار یک کاری صورت بگیره و هنر و مهم نیست کجا این کار انجام بشه و تونستیم این کار رو انجام بدیم. روی ساعت‌ها پیاده کردیم، روی بشقاب پیاده کردیم، روی سفال پیاده کردیم، دستبندهای چرمی زدیم که آرمهای تخت سلیمان بود. آره. الان همه ماسوله رو به عنوان عروسک‌های دستبافت میشناسن و اینجا رو من دوست دارم جهانی بشه. تفاوت کار میناکاری شما با اصفهان چیه؟ ما از نقوش اصیل استفاده کردیم، چون همیشه تو تمام هنرها، تو تمام کتابها میگن اصالت رو حفظ کن، رنگها همون رنگها، با رنگهای مختلفی بازی بکنی و اصالت طرح، و من دوست داشتم اصالت طرح حفظ بشه و تمام طرحهای اینجا رو داریم پیاده میکنیم. میخوایم روی لباس، روی تمام این طرحایی که در کاشیکاری های بله. اینا نمونه شد یاد بله. یعنی چیه؟ این سیمرغ ایرانیه، به موزه‌های مختلف انتقال دادیم که اینجا جهانی بشه، یعنی اینجا معرفی بشه به تمام شهرها که گردشگر وارد این روستا بشه. همه مهمتر، زمانی که اومد اینجا یه یادگاری از بله. و در خونهش ببره. همه دوست دارن. کار نقاشی هم میکنید شما؟ بله، ما هر چیزی که تبدیل به طرحهای اینجا بشه انجام میدیم. یعنی ما از طرحها اینجا، حتی روی پارچه، روی سفال، روی بوم نقاشی، ما دوست داریم. من چون الان در حال حاضر به دلیل نبود نقدینگی سعی کردیم خیلی کم و مختصر کار بکنیم. به محض اینکه حمایت از ما بشه، من خیلی به جرئت قسم میخورم اینجا رو من کاملا غنی از اشتغال زایی و اینکه بیکاری وجود نخواهد داشت، ولی حمایت کنم ما رو. چه حمایتی؟ خب مسئولین همه قول میدن، همه میگن ما امسال رو میخوایم برای تولید کننده، برای کسی که میخواد برای ایران زحمت بکشه حمایتشون کنیم، ولی مدام بارها رفتیم هیچ حمایتی ندیدیم و میگن نقدینگی نیست. و وقتی نقدینگی نباشه، منم نمیتونم دست کسی رو بگیرم وارد کارگاه کنم و آموزش بدم. ولی اگر حمایت مردم باشه چی؟ اون که عالیه. قول میدم که حمایت مردم رو خواهید داشت، به خاطر این کارتون بسیار زیباست. درستم. خب هدیه منو بدید و من برم. به هر کجا که سفر میکنید یک اصل رو فراموش نکنید، حتما طعم خوراکیای اون منطقه رو هم بچشید. شکمگردی از جذابترین و به یاد ماندنی ترین بخش های گردشگریه. سبزی محلیه، به خاطر اون رنگ محله ده. آبنا ماکه چشمک توک میشه، لپ قیمت میشه. سبزی از این منطقه به نام چشمک. درسته. چشمک یه سبزی مخصوص این منطقه است، چشمک، هی. که تو این ریختن. این رنگ چشمک رنگشو خوشگل کرد. بله. مثل رنگ روسری شما. هی. آره. خیلی خوب. مادر بزرگ، این که کله جوشه، درسته؟ بله. خب کله جوش چه چیزایی؟ اون چنده لپه. لپه. لپه ای. قرط یارما واقعا. به به. به به. خب بیا ما برات بریزم. شما که نمیریزی برام، من برات بریزم. بیا. چرا نمیشه؟ باید بخور. نخوری من نمیخورم. بیدنه دیگه؟ یخ بستم دیگه. بستی؟ بله. چرا. و اما اینی که اولین بار من دیدم، اوما چه با چی درست میکنید شما؟ درست مرجمک توک میشک. جانم سنه دیسین. آشرسته توک میشک. آنن امم کن مش توک میشک. اونا هم شک توک میشک گل بوماج. بعد رنگش به خاطر اون سبزیشه. سبزین رنگی چقدر؟ امم که مجن رنگ اون چقدر پیش تو میمشک. درسته. به من سبزی و رشته و عدس رو فهمیدم. بقیه رو متوجه نشدم. بقیه‌اش اینه که این آشی که آش اوماج از قدیم الایام توی منطقه بوده، این همون سبزیش، سبزی امام کنمزی، همون پنیرکه. امام کنمزی. امام کنمزی. کنمزی. آره، یه کلمه سخت تلفظش. به اضافه رشته هستش. رشته هم نه اینکه از اون آش رشته‌ای که تو مغازه ها میپوشن. آه، فهمیدی که خود خونه درست میکنن. خودشون تو آر اینجوری درسته. درسته. خودشون در خونه خونه درست میکنن و خمیر میکنن.
بفرمایید دیگه، بفرمایید. بفرمایید نوشه جان سان. بخورم ببینم ظاهرش این خیلی خوش رنگه. این همون امم کمجی پنیره. امم کم. اسم پنیره. عجب تلفظ امم کمجی. امم کمجی. بفرمایید. امم کمجی. حالا درمان عفونت ها و برونشیت و به خدا خیلی بامزه. ماما ترکیم سنه خیلی بامزه. خب بریم بیر قاشق یگیم. از پیشیدگین عاشق ایشته. بریم من چیرم بیر قاشق. گلوم درد نمیکنه ولی به دوستانم توصیه کردم حتما بخورن. خیلی بامزه است. خیلی بامزه است. میشه جان. میشه جان. فارسی بلدی ها. ما با سفر کردن از زندگی فرار نمی کنیم، بلکه سفر به ما کمک می کنه که زندگی رو فراموش نکنیم. آنچه در برنامه بعدی تاج زاگرس خواهید. جانم واقعا احساس میکنم تو بهشتم. ای جا نداره ظاهرم تو بهشت دارن نون نمیپزن. جا دست نداره. جنس سیفتی یکیه؟ یکیه بله. یکی زیاد بار آورد ریس شده بله. یکی متوسط آورد به این شکل در اومده، یکی کم آورده درشت شده بله. علوفه بود و بوی علوفه رو گاوا گرفتن. بله بله. برید برید این غذا برای زمستونتونه. برید شما دخترتو هنرمند برآوردی یا اینکه بی هنر؟ هنرمند. خسته نباشی دختر من. پس زودتر براشون همسر پیدا میشه. چیکار کنم؟ حالا همسر نمی کنم. یکی جاره درس می خونم. درس رو کنم. باری کنم. چه رشته ای میخوای بری؟ تربیت مالی. کلاچت بزرگ. خیلی آبش گرم نبود. کجا آبش گرم تره؟ اون پایین تره. پایینی تو چیه؟ به اونجا هم میگن درمی. این داستان تراکتور افتاد توش چی بود؟ اونجا